فصل ششم مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و خیابان ها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافتند، و اما تو هرگاه صدقی می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. از صدق دادن تو کسی با خبر نشود، و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها بیستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن، و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت‌پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می‌کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می‌شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می‌داند. پس شما این طور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند بخشیده ایم. ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است. آمین. چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. وقتی روزه می گیرید، مانند ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید. آنان قیافه های خود را تغییر می دهند تا روزدار بودن خود را به رخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. اما تو وقتی روزه میگیری به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو با خبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند، و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. گنج‌های خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان می‌رساند و دزدان نقب زده آن را می دزدند ذخیره نکنید، بلکه گنج‌های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمی رسانند و دزدان نقب نمی زنند و آن را نمی دزدند ذخیره کنید، زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد بود. چراغ بدن چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است. اما اگر چشم تو سالم نباشد، تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در تو است ظلمت باشد، آن چه ظلمت عظیمی خواهد. هیچ کس نمی تواند بنده دو ارباب، چون یا از
اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شود. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. بنابراین به شما می گویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نه می کارند نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نبو می کنند. آنها نه زحمت می کشند و نه می ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. ما را ای کم ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.